نام خداوند بزرگ. سلام، وقت همه شما بیننده های عزیز ما در افغانستان و بیرون از کشور بخیر. خدا کنه که جور و صحتمند باشین. با برنامه چی بخریم این هفته خوش آمدید. بله، ما هم سلام دارم خدمت تک تک شما بیننده هایی که هم اکنون در افغانستان و بیرون از افغانستان برنامه ما رو تماشا میکنیم. وقت همتون بخیر. در خدمت شما قرار داریم با یک برنامه کاملا جدید و متفاوت. برنامه ما رو دنبال بکنیم، ببینیم که امروز کجا اومدیم و چی میخوایم خرید کنیم. بله دقیقاً، در جامعه که ما زندگی میکنیم رسم و رواج های گوناگون وجود داره گیتا جان. بعض مردم هستن که رسم و رواج های پسندیده را زیاتر پیروی میکنن، بعضی هم هستن که در بین رواج های پسندیده بعض رسم و رواج های نادرست و ناخوشایند دارن. از جمله کسایی که نامزد هستن و میخواین که به خاطر ازدواجشان خریداری بکنن، طلا خریدن برن، در این قسمت بسیار زیاد با مشکل مواجه میشن، به خاطر از اینکه بیشتر از طرف خانواده دختر تاکید میشه که طلای بسیار قیمتی و از او که طلای کلان نباشه در بازار، نمور باید پسر هر رقم که شوه برشان بخره که یک مشکل ایجاد میکنه. نه این واقعیت از گیتا جان، نه یک حقیقت جامعه ما است که متاسفانه ما میبینیم. ولی امروز ما و گیتا آمدیم در یکی از دکانهای طلافروشی شهر کابل و میخواییم که در مورد انواع طلاها و ای که کدام نوع طلا بیشتر طرفدار دارد در جامعه ما و کسایی که نامزاد هستن بیشتر از اینجا خریداری میکنن. ما در کجا هستیم گیتا؟ بله، ما در فروشگاه خالد در سالان هستیم و شما هم میتونین بیاین اینجا اگر از طلا میخواین خریداری بکنین برای نامزادایتون. قسمی که رسام جان گفت، گرچه یک رسم و رواج ناپسند ما داریم، به نظر من میام کار درست نیست که ما فشار زیاد بریم بالای فامیل داماد بگیم که باید بر ما حتما باید طلایی که قیمت بالا از 1 لک به بالا هست خریداری بکنین یا دیگه زیورات. خب به هر صورتش بازم شما اگر میخواین که یک چیز مناسبتر و خوبتر هم اگر خریداری بکنین، میتونین که به این فروشگاه بیاین و از اینجا خریداری بکنیم و ما هم برای شما معلومات میدیم که قیمت ها چه قسم است و کدام دیزاین ها مقبول تر. آها، و موقعیت از این فروشگاه هم در سرک دارالامان شهر کابل است که بیننده ما اگر دوست داشته باشن که از این دکان خریداری بکنن، طلا بخرن، میتونن که به این موقعیت تشریف بیارن. خب گیتا زیاد صحبت نمیکنیم، میریم به طرف طلاها. از اونجا شروع میکنیم، ببینیم که کدام رقم طلا است، باز فروشنده ای دکانه هم با خود می داشته باشیم و در مورد قیمتاش صحبت خواهد کردن. خب گیتا میبینی که طلا انواع مختلف دارن، یگان تایش از بسیار کلان است و بعضش است که دیزاین های نسبتا خرد داره. دیگه او دیزاین های که کلان است دیگه حتما قیمت شما همونطور زیاد است. یک پدگر که ما بگویم رستم جان، بعضی دوستای ما زیاتر به خاطر امی سیالی و شریکی که میگن زیاتر خودشان را خدای نخواسته به خاطر از امی تبا میسازن، اما به نظر ما نباید پشت گپ مردم بگردیم. یعنی چیزی که خود ما میخوایم باید همونطور باشیم و جیب خود دیده باید خرید بکنیم. اینقدر طلای کلان کلان هم فکر نمیکنم که مناسب باشه و مقبول بگویه، به نظر ما خوب نیست. طلای ظریف فکر ببین چقدر مقبول معلوم میشه. واقعا طلایی که نسبتا ظریف تر است، نسبتا کم است، او زیباتر معلوم میشه و کسایی که ازدواج میکنن و طبعا دیگه سن سال جوانتر میداشته باشن و هر رقم طلا هم اگر باشه، اگر خردم باشه، بپوشن بسیار برشان میزیبه. دیگه ضرور نیست که بیشتر ما سر قیمتش توجه داشته باشیم، بگیم حتما قیمتی باشه و فشار زیاد سر پسر بیچاره بیاریم، بگیم که هر رقم که شوه اونمو پسر باید اونمو طلا را بخرن. یگان فامیل همون تو رواج میداشته باشن. گیتا شما خود رواج ندارین؟ نه شکر خدا ما رواج نداریم قسم، اما چی میگن ما مرات میکنیم زیاد بسیار دیگه است، حدی که خب فکر نخواد گفت بشیم. رواج عالی و خوب است که می فرهنگ ما در بین مردم ترویج بتیم و حداقل از نامزد خود پرسان بکنیم که چقدر پول با خود داره، چقدر توانایی اقتصادی داره و با درک این موضوع ما میتونیم خیلی خریداری راحت داشته باشیم و دو فرد که تازه میخواین با هم ازدواج بکنن اصلا در زندگی آیندهشون هم کدام مشکل ایجاد نمیشه. نگیتا خب این طرف بریم طرف بله. خب خیر این طرف استاد میشیم. سلام، وقتتان بخیر. سلام، وقت شما بخیر و وقت برنده‌های عزیز بخیر. تشکر، سلامت باشین. در مورد از این بر ما معلومات بدین قبل از این که طلا را بر ما نشان بدین که وقتی که نامزدا میان در دکان شما طلا خریدن، کدام نوع طلا را زیادتر انتخاب میکنن؟ خب اونا بیشتر مربوط به علاقه خودشان میشن که پرتر انتخاب میکنن یا ظریفتر انتخاب میکنن، مربوط خودشان میشه. ولی بیشتر امروزی آل زیادتر هم وزن مناسب داشته باشد، چون اقتصاد مردم قدر زیاد نیست که وزنهای کلان کلان بله. بپوشن و بیشتر ظریف. بسیار خوب، طلای ظریف انتخاب میکنی، گپ خوب است. ولی تا می چند وقت دیگه هم در بعض جاها پیدا میشن نامزدهایی که
در دکان میاین اگر طلای باریک هم انتخاب میکنن باز قار میکنن میگن نیمه طلا خورده است یا وزنش کم است، باید یک طلای بسیار کلان بر ما نشان بده. اما تو اگر پس یک خاطره جالب و مزیمت دارم که یک نامزد شکت فامیلش آمده بود و میخواستن که یک طلای تقریبا 200-250 گرامه را بخره، ولی نامزدش به این علاقه من نبود که طلای کمه بخره و قار گد از دکان ما رفت و دوباره آمدم 250 گرامه را خریدم. باز گفتن که دیگه ما حالا تصمیم گرفتیم ازدواج کنیم دیگه، هر رقم شو و بیچاره حتما یا قرض کرده یا از جای پول گرفته که امو توانایی را پیدا کرد که آمد طلای بسیار قیمتی را خرید. حالا بیشتر مردم امی رواج پیدا شده که امو طلای ظریف هم زیادتر میخوان و بیشتر مثلا گرامش از 70 گرام امو زیادتر که بالا شد و از 100-150 گرام زیاد بالا نمیشه که زیادتر طلاوی ما 100-150 گرام است که بیشتر فروش زیاد داره. خب مسعود جان خیلی میشه بر ما امو طلای را که تازه آمده یا زیادتر به گفته رستم جان نامزدارا انتخاب میکنن به ما نشان بدی، یکون چیزای ظریف هم به ما نشان بدین که ما بر دوستای ما بگیم که یا چقدر زیبا و مقبول است. شما اگر نامزد هستین باز نرین فشار نبرین سر نامزدیدین که حتما باید قیمتی باشه. حتما کسایی که زیادتر دوست دارن طلایی که مثلا به آرسی بپوشن، آرسا البته اینی قسمت ایتلا خب ایتلا هم بسیار مقبول است. یک گوشوارش فکر کنم افتید ایتلا خیلی مقبول است یک ظرافت شد و همو شکیبایی خود به خود داره، البته خیلی مقبول است که یه هم ظریف است و همچنان وزن بسیار کم داره که 70-75 گرام وزن داره که بیشتر مردم همیار دوست داره بخوشن. قیمت از این در کل چند میشه اگر کسی دوست داشته باشه این طلا را بخره؟ کسی در کل مثلا چی میگن اقتصادی خریداری بکنه طلا را، زیادتر مثلا یک 2.5 لک یا 2.7 لک پر به ستشان اختصاص میده و 1.5 لک یا 2 لک به چوریشان که در کل 5.5 لک رو هم سیت میشه و هم لاکت میشه برشان. بسیار خوب، بیشتر کسایی که ازدواج میکنن گفتمش اگر تحصیل کرده باشن باز کمتر چانه زنی میکنن و کمتر کوشش میکنن که طلای قیمتی خریداری بکنن. آیا کسایی که مثلا تحصیلات خوب هم داشته و دکان شما آمده که نامزاد خود طلا خریدن سر قیمت طلا زیاد جربست کردن در بینشان، یکان دفعه جنگشان هم شاید خسته باشه؟ نه خیره تو گپ هیچ وقت نشده. کسی که مثلا مردم و شما تمام شما نمخده مردم های خیلی عالی هستن و تو جربه زیاد بسیار کم ندرتن پیدا میشه که کسی را مثلا نگردم و آغاز مراسمشان که خواستگاری میخوان به قول ما شما میرن و برشان خط نشته میکنه که مثلا دو دانه لاکت و دو درجن چوری گپا باشن، اگر باز مربوط قانونی از او کار نکنن باز وقت جربه شان میخیزه. در تمام گپا رو فیصله میکنن، در اول باید فیصله بکنن باز از باز شروع کنم. در محفلای آرسی زیاد رفتن در مو وقتی که لیست نشنا میکنی فایده شما از گیتانه بخاطر هر قدر مشتری طلای قیمتی رو بخرن دیگه طبعا فایده و مفادشان بیشتر میمونه. امی زمانی که لیست نشنا میکنن شما بودین باز گفتین نشک و طلای زیاد نشک از فلان دکان بخرین. البته ما در اون محفلا زیاد شرکت نکردیم و نمیخوایم شرکت بکنم به مخاطر دیگه اون مربوط خودشان میشه. فلان دکان گفتی یادم اومد در یکی از من نمیخوایم نام بگیریم اونه در یکی از شهرهای افغانستان یک دکان است که بسیار معروف و مشهور است و زمانی که میخواین طلا بخرن باز همه گی شاید به گفته خود در لیست آرسیشون نشون میکنه که از فلان دکان ما میره طلا رو ذکر میکنه حتما که از دکاندار قرارداد کردن که از او که طلای قیمتی نباشه بر از یا بفروش برسه. یک گپ است یک رواج خراب یا بگیم ناپسند به گفته خودت که در افغانستان است همین است وقتی که یک چیزی که مود میشه یا یک کس میره از یک جای یک چیز میخره باز سر زبانای کلگی میشه من از فلان جای خریدم از فلان جای خریدم باز این دیگه یک گپ کلان است که من از فلان جای این چیزا خریدم از او خاطر نام از امو فروشگار هم میگن دیگه. اگر کسی مثلا نام امو دکان بگویه یا نام مارکت بگویه گپ خوب گپ بد بوده نمیتونه، ولی میتونه که مثلا اگر ایسیت مثلا یک کس انتخاب نکنه یا اقتصادی برش نباشه با ستای ظریف است که مادرش برش گپ شما دقیق گپ بد نیست. وقتی ما نام یک دکان میگیریم میگیم که از این دکان شاید حتما چیزای خوب داره اما وسط توان یک نفر دیده شاید در دکان چیزای قیمتی زیاد باشه و به توان من نباشه که من از اون دکان خرید بکنم. دقیقاً و دقیقاً و یکی کیفیت طلا هم بسیار مهم است. مسعود جان در مورد انواع طلا بر ما بگوین که
چند نوع طلا است و کدام نوع طلا از لحاظ کیفیت و قیمت بلندتر و کدامش مناسب تر است؟ بیشتر البته نوعیت طلا که است در افغانستان، که در افغانستان چی که در تمام جهان به 4 کاتگوری یا 5 کاتگوری اینا تقسیم میشن، که طلای 14 است، 18 است، 19 است و 21 و 22 است، که بیشتر خرید و فروشش همی 21 و 22 نداره و قدر همی 18 و 21 زیادتر است، که کاتگوری های مختلف است. مثلا عیار 21 ایستد 21 به این معناست که 880 امو چیش میشه، معادلش میشه. مثلا طلای 19 که از 790 معادلش میشه، طلای 18 است 750 معادلش میشه، 14 است تقریبا 585 معادلش میشه، که اینا طلایی است که کتگوری مختلف تقسیم شده و بیشتر مردم دوست دارن طلای 21 880 بپوشن، که ظرافت و زردی و رنگش تمامش کیفیت خود نمایش میده. بسیار خوب. و یکی طلای عربی و مثلا اوکراینی و این مسائل هم است، از این لحاظ اگر بگوین که ما بیشتر بفهمیم. براتون گفتم از نگاه دیزاین، باز دیزاین های مختلف است، که مثلا عربی است، کویتی است، به گفته شما مصری است، قطری است، ایتالیایی است. باز اینا چه قسم چی هستن؟ اینا که هستن مصری است، 21880 مصری است. فکر کنم اما طلای بسیار خوب و درجه اول مصری است. دقیقاً از نگاه کیفیت یک چیز است، مثلا ترکی و قطری کلش 21880 است، ولی دیزاینش مثلا بیشتر با گیتاجان به یک برنامه دیگه هم گفتم که دیزاینش یک ذره متفاوت کار میکنن، به او خاطر قیمتش بالا میره. مثلا اگر ما 10 درهم 15 درهم اجره بدیم با یک طلایی که مثلا اینی طلا است، به این میتیم 35 درهم 40 درهم، به اینی خاطر کمی قیمتش پایین و بالا میسازم. خب رستم جان، خوب است یک لاکت دگم در پشتتان است، بسیار ظریف و مقبول است، ایران بیاریم. اما پالویش هم بسیار مقبول است. پالویش هم مقبول است، زوق رستم هم بیاریم. و یک طلای دگم است اونجا دون گوشه، یکم اگه دراستر است بگیم دیگه. من گفتم گیتا خیلی تام دیگه، کدام امیل خوش کردی به خاطر طلا را زیاد خوش داری؟ نه خواهش میکنم، من طلا را خوش ندارم. اونو دراز کرد. آینه بیاریم. خوشبختانه بگویم یا بدبختانه بگویم، من طلا را خوش ندارم. میره در چندین برنامه دیگام گفتیم، اما باز چون برنامه من سرکار در برنامه افغان جولری، چون من سرکارم با همه چیزا هست، باز دوستا زیاد فکر میکنن که من چقدر طلا دوست هستم، همیشه کامنت میموندن که خودت زیاد طلا دوست داری، اما یک چیز برعکس، من طلا را خوش ندارم. درباره ازی برنامه بگویم که قیمت ازی چند است. یک چیز ظریف است، دختر خانم هایی که تازه میخواین ازدواج بکنن، باز به نظر من فکر میکنم اینا تو چیزا. و گیتا جان خوب است یک مقایسه داشته باشیم، یک طلا یا متو که از او که کلان نباشه داد و کانتان مسعود جان امور بر ما نشان بدین، مثلا اون گلای کلان کلان که داره بر ما بیارین، ببینیم که کدامش مقبول تر واقعیت معلوم میشه و حقیقت ببینیم، ای که ما زیاد طلا بپوشیم با ما خوب میزه و یا ای که کمتر باشه ولی زیباتر و ظریفتر، که هم اقتصاد ما در نظر گرفته باشیم. و علاقه مندی که مشتریای ما را داره، که البته این طلا بیشتر وزن نداره، که تقریبا 571 گرام وزن داره، که میتونه کسی را که نام خودم تو تن و گردن داشته باشه که رو وزنش بالا کرده بکنه. یک سرما تو جسامت کلان هم کار داره، نه که این وزنش زیاد است. هر چیز از خودم و ظرافت و رنگ و کوالیتی خودم میداشته باشه. شاید خانواده باشن که ثروتمند باشن از هر لحاظ، یا تجارت پیشه باشن، چندین شرکت بزرگ داشته باشن، کاربارشون خوب جور باشن، دیگه ضرورت ندارن که طلای خرد بگیرن و خودشان هم وضع توانشان میشه که طلای کلانتر خریداری بکنن مثل ازی. ولی کسایی که از لحاظ اقتصادی نسبتاً سطح پایین‌تر دارن یا سطح متوسط دارن، دیگه نیاز نیست که همچو لاکت‌های کلان کلانه بخرن. به جای از او گیتا چطور معلوم میشه این لاکت و چندان دیگه که پلو در پلو باشه نشان بدم؟ امیره دوستا خودتان قضاوت کنین، اینه مانع شما ببینین که کدامش هم زیبایی خودش داره، کدامش هم مقبولیت خودش داره. به نظر من این که طلای کلان است، شاید مردم بگویه که چقدر طلای بزرگ، البته به گردن عروسش کرد بح بح چی یک طلای دیدی در فلان محفل فلان عروس فلانی را دیدی، یعنی یک طلا پوشیده بود. اما
به خاطر گپ مردمون همیشه زندگی مرتب بکنیم. دقیقاً ببینین که این چقدر مقبول است که به شما چی مقبول میگه او مهمتر از ایسته که تا اینکه مردم بگه اطلاعش خیلی. دقیقاً و بزرگا هم میگن که زیبایی در سادگی است. هر قدر که ما ساده لباس بپوشیم از لوازم ساده استفاده بکنیم به ما اندازه هم زیبا و قشنگ معلوم میشیم. مثل از این لاکت های دیگه که در اینجا ماندگی است یا هم دیزاین های خیلی مقبول خیلی خاص هست که هموطنای ما میتونن استفاده بکنن. ذوق رستم جان است که مسعود جان امیره بیبی بینندای ما باز کامنت بتن که ذوق ما چطور است، مقبول است یا نه. رستم جان و این بسیار مقبول است به نظر ما، ذوق خودم خوب است، بسیار اکسس ظریف و بسیار مقبول. باز بخیر رستم جان نامزد شد، باز به نامزد شمی نمیگیره. اگر نامزد آیندهش فعلا برنامه را میبینه باز چی میگن نگو اگه اطلاع دوست باشه باز میگن قبول نیست چون که اطلاع از امیال اطلاع خورده خوش کرد که نباید تلای کلانه قدر ما گپ زدیم. به خاطر چی بود؟ به خاطر از این بود که یعنی ما مفکورایی که شما دارین امورا از بین ببریم که تلای ظریف بسیار قشنگتر و مقبولتر از اینه. گیتا جان مرتوانی نسازی؟ البته خود میفهمی که بیشتر مختلف میباشه، هر کس خوش داره که اگر مثلا اقتصاد خوب داشته باشه تلای بیشتر هم میخره، به خاطری که بیشتر گیتا جان گفت که میشه یک روزی به دردش بخوره اگر چیزی خریداری میکنه یا مثلا خانه خریداری میکنه، زمین خریداری میکنه، بیشتر کمکش میکنم اطلاعی که زود به کش به پول نقد تبدیل میشه. بله خب او اطلاعی کلان البته رستم جان برای کسایی که سرمایه دار است باز به درد میخوره، ولی کسایی که مردم عام یا مردمی که یک ذره اقتصادشون پایین تر است باز فقط به خاطر عروسی میخواین استفاده بکنن، باز این اطلاعی که وزن کمتر و چی میگن خردتر است مقبولتر. بله یک اپ دیگه است، کسایی که توانایی دارن هیچ مشکل ندارن، میتونن خیلی راحت حتی خودشون هم شاید تاکید کنن که کلانتر ما میخریم و خوش داریم، ولی کسایی که ازدواج میکنن و جبران میقبولن لانن بالای پسر که حتما هر چطور میشه اگر پول داری یا پول نداری اینمی لاکته اینمی انگشتره یا اینمی کمربند دیگه چی هست دیگه تاج هم هست نه دیگه اینمی را برما باید بخری که دیگه ظلم است و جفا است در حقشان. خوب است که این فرهنگ های نادرسته به خاطر حرف چندانه دوست یا خویشاوندای ما که شاید همیشه حسادت میکنن به خاطر از اینکه اونا ما را خوب بگن، لازم نیست که زندگی همیشگی خود را با همسر خود ما خراب بسازیم و عقده های در آغاز زندگی در قلبشان پیدا شود. اما تر از گیتا مردم خب به هر صورتش اگر خوبم باشیم گپ خودم میزنه، اگر بدم باشیم گپ خودم میزنه، خب پس چیزی که خودمون میخوایم اما تر باشیم. دقیقاً. خب گیتا میریم چند تانه دزبندای کلان هم نشان میدیم به هموطنای ما، کسایی که پولدار ثروتمند هستن و وضع توانشان بهتر است، از لحاظ اقتصادی هم خوبتر زندگی دارن، از اون دزبندا میتونن که استفاده بکنن. خب مسعود جان اونم چند تانه دزبند میشه بر ما نشان بدی که بیننده عزیز ما هم ببینن که دیزاینش چطور است و در مورد قیمتشان باز خودت میشه بر ما معلومات بدی که چند است. اینمی دزبندایی که پایین است کره است نامش کره. میبخشی مسعود جان اونمو کره را نشان بده. کره را بیارین. خیر رستم جان نیست میبخشی دیگه گیتا جان که مرقم معلومات دارم. خب خیر من گفتم شاید مسعود جان فهمیده باشه اما دزبند گفتی دیدم که نفهمید، گفتم بیارم کره را. کره است یا کره است گلاسی هست که زیادتر رواجش کارای گلاسی رو میگن که دست پر میکنه بنده دست خیلی مقبول کار شده و این تقریبا 3-4 دیزاین هست. ولی حقیقتش واقعا خیلی مقبول است. کسایی که توان دارن میتونن خریداری بکنن، ولی لطفا جبران بالای کسی ایره نقبولانین که فلانه دختر یا دختر خالیم یا دختر عمیم فلان لاکت داشت یا فلان رقم کره داشت، حتما خودتان برما بخری که ای یک مشکل بسیار جدی را داینده ایجاد خواهد کرد. دقیقا نشان میتونم به دوستا که البته پیشری کمره را خالی کنم که ببینین بسیار ظریف کار شده ولی وزنش بسیار کم است که در نظر تا نمی چند گرم باشه. به نظر من شاید یک 15 گرم باشه. تقریبا 45 گرم است که 45 گرم سابق که طلا جور میکردن در خانه 100 گرم میبود. گیره 45 گرم بسیار ظریف کار شده، سبک کار شده. که اگر کسی که مثلا میگه که کره ای به نام کره کوزه ای یاد میشه، کسی که بوی کره کوزه ای باز میتونه نزیب بخرن که دستشان پر نشون میده. با بازیدانان مردم با چشم و همچشمی دیگه اتو اطلاع خوب است که شکلش کلان معلوم شه ولی وزنش سبک باشه. ولی خوب هم است، واقعا خوب معلوم میشه. اونم
مسا مقبول است از نگاه اگر مقبولیان بگیم خب اونقدر چیز کمی فکر نمیکنم از دیگه کراها داشته باشه خب زیبایی خاص خودش داره بازم قیمتش اگر چند میشه برمون بگیم یک لک و بیست هزار خب بازم در جامعه ما یک لک و بیست هزار هم یعنی پول خیلی زیاد است به خاطر از اینکه فکر نکنم زیادتر مردم توانایی داشته باشن که یک لک و 20,000 یا 140,000 یک دست بند بخنن ولی کسایی که میتونن بازا میگیم خیلی راحت میتونن این کارا بکنن ولی جبران خوب نیست که تاکید شه بالای یک خانواده که حتما خریداری کنه چیز دیگه من باید بگویم رستم جان من وقتی که کسی که پلان میکنه که عروسی میکنه 100% یک پلان چی داره که چقدر مثلا پول به لاکت اختصاص بده چقدر و چوری چقدر و کره و این نمیشه که مثلا یک کسی که بدون کدام جیب خالی داخل خانه یک کسی شما وارسی کنه باز قسم از امون مطلع من میگم خیره که خودت فکر میکنم بگو گیتا جان اول خانه را پر ارزان کن بعدا فکر زن واقعا این گپ درست است اول از لحاظ اقتصادی باید یک فرد به بلوغ اقتصادی و مالی هم برسه بعد از او باز میتونه ازدواج بکنه وظیفه خوب داشته باشه و حداقل یک درآمد و پسنداز داشته باشه دیگه نیاز نیست و گفتیم مسعود جان که با جیب خالی ما بریم تصمیم داشته باشیم که ازدواج بکنیم و هیچ کار نتونیم انجام بدیم از لحاظ مالی هم مشکل داشته باشیم خب گیتا جان دیگه چی را باید نشان بدیم اینجا هم چند رقم چله ماندگی است کسایی که نو تصمیم دارن نامزد شون چله های بسیار مقبول هست که من دقیقه وترین معلوم میشه اگر مسعود جان زحمت نمیشه همین یک تخته شه بر ما نشان بدین که بیننده عزیز ما هم ببینه خب دانه ای کشیده میشه یک تخته اول برتون میکشم به خاطر که این خوب است راحت ما برای دیگهش کشیده نمیشه کمی مهم است البته کمی زیادتر امیر حتما خوش میکنن اما کسایی که ازدواج میکنن در اول امیر خریداری میکنن حضوره که باز سارسی کردن باز باید از آرسی پیش چلهی میپوشن اینا دزاین های نو است تمامش مصری است 21,180 حیارش است بسیار دزاین های خاص است رستم جان اگه خودت یک شبی بینی چک بکنی یک رنگ داره ای طرف تو تاو میخوره ببینین رنگ داره تاو میخوره که مثلا اگر کسی که بیکار باشه مثل اسپنر باره میتونه کتش ساعت خدا تیر ساتیری کنه ایشه ای رو دستان کنه تو زنانه رو دست بوده در دست چپت باید نمیخوره این برابر است دیگه گیتا جان دستای ما قچاق نیست که چطور معلوم میشه؟ خدا برسانید یک روزی رو بپاشه خدا برسانید خدا نخواسته رسم جان تشکر گیتا باز میشه که در وقت های بیکار تسبیح بگوی آره کسایی که بیکار باشه یا چرت بزنه یا گان دفعه اگر خانه خسار خود میره زیر تاسی میره باز میشه از زیر اسپنر استفاده کنه که ساعتش تیر شوه خب دیزاین جالب است و هر شرکت کوشش و تلاش خود میکنه که یک نوآوری داشته باشه در قسمت زیورالات و این هم یکی از نوآوری های یگان شرکت طلاسازی بوده که این دیزاین را داشتن خب گیتا خودت به نظرت کدامش مقبول است کسایی که نو ازدواج میکنن کدامش به نظرت خوب است انتخاب بکنه از لحاظ دیزاین از لحاظ دیزاین به نظر من باش که من سیل کنم خیلی باشین این طرف بیانیم کم این هم مقبول است به نظر من و باز از این کده ارزانش کدام است؟ البته ارزانش ای است که ساده است چلی ترکی است مهمی نیست در سابق هم امی رقم زیاد مود بود نه؟ سابق مود بود آلی هم مود شده و مهمی نیست به نظر من که دیزاین از این مقبول باشه مهم قلبتان است که کسی را که دوست دارین و میخواین با او زندگی مشترک شروع کنین به نظر من امو چی میگن؟ مخلصانه خریداری شد با گفتی رسم یک دیزاین هم من دیدیم به نظرم خیلی مقبول معلوم میشه اینی دیزاینک که خیلی ارزان هم معلوم میشه از لحاظ قیمت و از لحاظ دیزاین هست وزنش هم کمتر است و دو سه گلم رستم جان کار شده دو سه رنگ ببخشید که سفید کار شده سرخ کار شده زرد کار شده که میشه به دوستانشان بتونه خب دادست کن دیگه آله نقش مدل بازی میکنم از لحاظ انگشتر خب بیننده میتونن ببینن که چطور معلوم میشه کسایی که تصمیم دارن تازه ازدواج بکنن
مقبول است، مقبول است رسانجا. گیتا باز بعض نامزدا که میخواین به خاطر نامزدی خود یا به خاطر محفل عروسی خود طلا بخرن یا چلا بخرن، باز شرم میکنن از اینکه اگر یک طلای ارزان خریداری بکنن، ولی بعض دختر خانم ها هستن که واقعا خودشان خلاقیت از خود نشان میتن و میگن که نه، من یک طلای ارزان کار دارم، که به نظر من هیچ جای شرم نیست، بلکه یک جای افتخار است که ما با همسر آینده خود همکار باشیم از لحاظ مالی و کوشش نکنیم که از لحاظ مالی برش آسیب برسانیم. و چلان بسیار مقبول است. خب قیمت ها رو هم گرفتیم که در کدام حدود است. البته بازم نظر به سلیقه خودتان است که خودتان کدام دوست دارین و میخواین خریداری بکنین. بازم اونجا دیگه چلا هم است، چلایی که پیشلایی داره یا دیزاین های دیگه، شما خودتان باز خریداری بکنین. ما و رستم جان میگیم، فقط از ما یک گفتن است و که خودتان عملی میکنین، یعنی اون دیگه باز مربوطه بیننده عزیز ما میشه. خب مسعود جان اگر زحمت نکشن بر ما یک تاج هم نشان بدین، بخاطر از اینکه تا که همی تاج هم زیادتر در محافل عروسی استفاده میشه و کسایی هستن که علاقه دارن نه به خاطر خریدنش و یگان تا دیگه ساختگیش هم میخرن، ولی بعضی هستن که میگن هر چطور شوه فلان دختر در عروسی خود از تاج استفاده کرده بود یا پدرش برش خریده بود یا خواهرش برش خریده بود، میگه که باید در عروسی ما یا در محفل ما هم باید یکی خریده شود. حال ببینیم که قیمتش چطور است. یکی پس میگن کبوتر با کبوتر، باز با باز. به نظر من یکی دقیق است، کسی که هر کس نظر به مو سط و سویه خودش دیده باید یک شخص مورد چی میگن کسی که بخواد زندگی میخوای امرش بکنه باید همونطور یک شخص انتخاب بکنه، از نظر اقتصادی از نظر تمام میشه باید یکی باشن. میشه پر کم پس بیرسان جون چوکی را کم موسو ببر. تشکر دوزو نرفای چی میگن روانشناسی گفت کم کم. خب رستم جان شما تاج خواستین، البته این تاجایی است که ببینین ظرافت شما خیلی مقبول است و همچنان وزن بسیار کم داره که میتونن با پیسی کم با پول کم تاج خریداری بکنن، که یک مثلا یک عروس بدون تاج چی میگن بس معلوم نمیشه. اینو دیگه اینجا با ما نه با ما برخورد اینجا دیگه دخترها در هر حالتش پولز در هر حالتش به نظر من زیبا هستن و هیچ باطلا مقبول معلوم نمیشن به نظر من. بیشتر ای تاجای بلند از زیادتر مشتری ما خوش دارن که تاج جلب توجه بیشتر زیاد داره. بسیار خوب. و ایم به نظرم باید زیاد احتیاط شود به خاطر استفاده از این تاجا، به خاطر از اینکه نسبتا نازکتر است و قابلیت انعطافش زیاد است و نشه که یک بار کج شود یا بشکنه باز مشکل جور میگیره. از خود رستم جان یا اینا از خود تو قوطیگک داره، قوطی هم و بکس داره که هیچ نمیمانن که کج شود، اگر کج هم شود دوباره ای پس راست میکنه خدا، این مشکل نداره. بله. قیمت از این چند است؟ قیمت های از یاد خانه یک لک و ده هزار. یک لک و ده هزار افغانی. و این همون چیز قیمتش هست؟ این تقریبا 40 گرام است. این بیشتر میشه یک ذره بخاطر که وزن زیادتر داره، 1 لک و 52 هزار میشه. دقیقا. خب گتا جان لوازم طلای مختلف بود که به هموطنان عزیز نشان دادیم، زیورات مختلف بود و ما هم خواستیم که یک اندازه توجه هموطنان عزیز ما را جلب بکنیم به قسمت خریداری محافل عروسی که متاسفانه فرهنگای نادرست در جامعه ما فعلا حاکم است و مردم همیشه توجه و فکرشان به ای است که کی چی کار انجام داد و کی چی کرد در محفل خود که ما باید هماتو بکنیم. خوب است که ما بالاتر باشیم، گای ناپسند را محو بکنیم، از بین ببریم و به جای از او فقط و فقط به خوشحالی خود و به زندگی شخصی خود ما فکر بکنیم. مهم نیست که حتما از لحاظ مالی ما یک فامیل غنی باشیم، مهمی است که ما زندگی خود به خوبی و خوشحالی سپری بکنیم و همسری که ما داریم او همسر ما از ما راضی باشه، چون تا آخر عمر با همسر خود زندگی میکنیم. ولی کسایی که یک گپ ناق خود را میزنن دیگه، اونا فقط یک جمله خود را میگن و میرن، شاید سالهای سال بگذره و اونا را ما نتونیم در زندگی خود ملاقات کنیم. بله دقیقاً. و بازم تشکر از توجه شما عزیزا. و گفتی رستم جان ما خواستیم بر شما در رابطه با طلا هم امروز معلومات بدیم، چون دوستای ما زیاد تقاضا کرده بودن. و تشکر از مسعود جانم که بر ما همکاری کردن و بر ما معلومات دادن. زنده باشین. تشکر از شما و رستم جان، زنده باشین.
خب بیننده عزیز، اگر شما هم میخواین که یک خریداری خوب داشته باشین، میتونین که به می فروشگاه تشریف بیارین، سرک دارالامان، فروشگاه ارسلان خالد، که میتونین از اینجا زیورالات بسیار خوب خریداری بکنین. و مسعود جان هم قسمه که دیدین یک دکاندار بسیار مخلص است، یک دکاندار بسیار خوب و فروشنده که میتونه یک جنس بسیار مناسب به مشتری پیشنهاد بکنه. و منتظر ما باشید، هفته بعدی هم برنامه جالب خود داشتیم که تقدیم شما میکنیم. بله بیننده های عزیزی، بود برنامه امروز ما که تقدیم شما عزیزان کردیم. میتونین کامنت بگذارین، منتظر دیدگاه های شما عزیزان هستیم. انتقاد، پیشنهاد، نظر اگر داشته باشین، در خدمت شما هموطنان عزیز ما قرار داریم. و اگر شما میخواین که ما با یک جایی بریم و چیزی که شما خودتان مورد نیازتان است ما خریداری بکنیم، حتما برای دو دیده میریم، حتما رو خریداری خواهد کردیم. یا اگر خریداری نتونستیم بکنیم، حداقل معلومات میدیم و برشون معرفی میکنیم. خب خدافظی کنیم بعد. کاملا خدافظی میکنیم. خب همتان عزیز، تا هفته بعد، خدا نگهدارتان، وقت خوش داشته باشین. خداوند یار نگهدار همه شما.